با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، مطلبی که امروز میخوام به عرض شما عزیزانم برسونم در ادامه گفتار پیشین، یعنی مباحثی از قرآن مجید و درباره حضرت سلیمان پیغمبر، نبی، ولی، وصی و خلیفه خداوند علیه الصلاه و السلام در زمان خودش، در قرآن می‌فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، و در آیات بعدی یادآوری می‌کنه که سلیمان وارث داوود بوده، مواریث داوود در اختیار سلیمان قرار گرفته. حافظ علیه الرحمه می‌فرماید شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر. اینها بخشی از مواریث داوود بود که به سلیمان رسید. سلیمان در زمان خودش خلیفت الله فی الارض بود، چنان که داوود در زمان خودش خلیفت الله فی الارض بود. یعنی این بحث خلافت خداوند در روی زمین، اینی جاعل فی الارض خلیفه، این بحث خلافت مطرح میشه. خلیفه‌ای که یک موهبت‌های الهی باهاشه، یک ودایعی همراهشه، و این ودایع رو به عنوان مواریث برای بعد از خودش به دست اون کسی که خداوند تعیین می‌فرماید واگذار می‌کنه. ما این مطلب رو به صورت راز و رمز در کلمات پرگوهر بزرگان بسیار زیاد راجع بهش شنیدیم که سینه به سینه نقل شده. گرچه شیرین دهنان پادشاهانند، ولی آن سلیمان زمان است که خاتم با اوست. ویژگی اون خلیفه اینه که دارای خاتمه، و خاتم به نگین سلیمانی گفته میشه، مانند عصای موسی، مانند پوستین آدم. اینه که در کلام بزرگان اومده که خرج امیر المؤمنین علیه السلام لیلتن مدلمه، یعنی یک شبی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از محلی که محرابشون در اونجا بود تشریف آوردن بیرون، و خرج من المحراب و هو یقول، این فرمایشات رو داشتن می‌فرمودن: هم همتون هم همه و لیلتون مظلمه. خرج علیکم الامام علیه قمیص آدم و فی یدهی عصا موسی و فی بنانهی خاتم سلیمان. یعنی حضرت علی این کلمات رو که حاوی اسرار بزرگی در بیان مواریث انبیاءه، که حلقه به حلقه این سلسله میرسه به هر زمانی و در هر زمانی اون کسی که جالس بر عریکه و مجلس خلافت الهیه
این مواریز همراهش بهش میرسه. که انا اردنا الامانت السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. بار امانت الهیه، امانت الهیه که این رو اون انسان زمان با خودش حمل میکنه و پس از او انتقال پیدا میکنه. حال علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام همین راز رو بیان میفرماید. میفرماید ایشون قمیص آدم بر دوششه و عصای موسی در دستشه و خاتم سلیمان در انگشتشه. اما در اینجا یک نکته وجود داره و میفرماید خرج علیکم الامام. این وجود داره نسل به نسل، اما بعضی اوقات هست که خرج یعنی خروج میکنه، یعنی اون چیزی که به صورت مکتوم وجود داره ظاهر میشه، روزیه که ازش به تامت الکبرا تعبیر میشه، روزیه که هر نهانی آشکار میشه. قبلا گفتیم که در مجلس سلیمان علیه السلام هم افریت و هم آصف حکیم زانو به زانوی هم میشینن، اون با نهاد شیطانی خودش، این با نهاد رحمانی خودش. اما ویژگی که علی ابن ابی طالب برای این خاتم میشموره موقعی که زمان ستار العیوبی جای خودش رو میده به آشکار کردن، این به عنوان فرقان عمل میکنه. یدعهو علا وجه مؤمن فینتبع علیه انک مؤمنا و یدعهو علا وجه کافر فینکتب انک کافر. یعنی این مهر وقتی بر صورت مؤمن میخوره نوشته میشه تو مؤمنی، و وقتی بر صورت کافر میخوره مهر میشه که تو کافری. مانند اینکه کارنامه عمل یکی رو روی پیشانیش بچسبونن و مهر بزنن. یعنی اونی که مولانا میفرماید روز محشر هر نهان پیدا شود، اینه ویژگیش. این چه موقعی اتفاق میفته؟ باز دوباره در همین کلماتی که بیان کردن بزرگان و سینه به سینه نقلش کردن بین خودشون، اینجوری حضرت مولا علی علیه السلام به صاحبان اسرار خودشون تعلیم دادن. می‌فرمایند و دجال یقتله الله عز و جل فی ارض شام علی ید من یصلی المسیح عیسی ابن مریم فی خلفه. یه اتفاقاتی در شام میفته، در اونجا آنتی کرایست یعنی ضد مسیح یعنی دجال از پا در میاد، یعنی سپاهش به گل گیر میکنه، از پا در میاد به دست کسی که وقتی به نماز می ایسته عیسی ابن مریم مسیح خدا بهش اقتدا می کنه. دقت بفرمایید، یعنی عالم مسیحیت و عالم اسلام پشت سر این شخصی که خلیفه خداست قرار می گیره.
یعنی جهان رو شما میبینید که صحبت از این شخص میکنه، صحبت از این راه میکنه. وقتی میفرماید مسیح پشت سرش نماز میخونه، یعنی بهش اقتدا میکنه، یعنی ایشون پیش آهنگ شده، یعنی ایشون پرچمدار شده. در کجا؟ در جایی که عموم کشورهای دنیا چشمشون به اونجا دوخته شده. اونجاست که ترفند دجال رو میشه. اینها بیان شده. هم همتون هم همه و لیلتون مظلمه. اینا اسرار پشتش عزیزان. ذالکت طامت الکبرا خروج دابه من الارض. این دابه الارض کیه که به ظهور میکنه؟ کسیه که اندها و معها خاتم و سلیمان و عصا موسا و قمیص و آدم. ایناست اون اسرار که بیان شد. یعنی در واقع وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم که میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این مربوط به یه بابایی به نام ابو لهب در 1400 چند سال پیش نیست فقط، بلکه همچنان که ولی خدا در هر عصری از زمان وجود داره و جهان خالی از حجت خداوند نیست، که مسیح زمان خودشه، که آدم زمان خودشه، که سلیمان زمان خودشه، همچنان ابو لهب زمان هم وجود داره. و این سوره ادامه داره. مقوله تاریخی نیست که به سر اومده باشه. اینجاست که باید روشن کرد، باید مشخص کرد که کی کجا وایساده. محمد رسول الله والذین معه اشهداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد پیغمبر خداست، کسانی که در صف محمد هستند رحماء بینهم و اشهداء علی الکفار. اون صف مقابل کی وایساده؟ ویژگی خاتم سلیمان اینه. زمانی بود که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در چند سال آخر حیاتشون، اونجایی که ایشون نماز میخوندن، اونجایی که جلوس میفرمودن، اونجایی که به سوالات پاسخ میدادن، اونجایی که سخنرانی میفرمودن، خطبه بیان میفرمودن، هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام جلوس میفرمودند و صحابه موحد و یکتاپرست، هم اشخاصی که از نسل اونها یزیدها به دنیا اومدن میشستن، یعنی امثال معاویه ها و ابو سفیان ها و غیره. اینها به زبان اسلام آورده بودند و در عصر رسول اکرم زندگی میکردن، خیلی زیاد هم بودن. اما یه روزی شد که بالاخره صفوف از هم جدا شد.
پس اون چیزی که در مورد سلیمان نبی علیه السلام ذکر شده مربوط به چند هزار سال قبل نیست. اسم اعظم بکند کار خود، ای دل خوش دار. که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود، که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. بریم فرهنگ لغات آنندراج رو نگاه کنید، فرهنگ لغات ده خدا رو نگاه کنید، فرهنگ لغات معین رو نگاه کنید، ببینین راجع به خاتم سلیمان چی نوشته، چه خصوصیاتی بیان کرد. اسم اعظمی که اون رو نوشته فارغه، فاروقه، مفرقه، فرقانه، صفوف رو از هم جدا میکنه. این خاتم فی بنانه یدعه علی وجه مؤمن فینتبه علیه انک مؤمنا و یدعه علی وجه کافر فینکتب انک کافر. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز به خدای بزرگ میسپارم. علی دیگه.